در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد سلام و وقت شما بخیر خیلی خوش آمدید به برنامه تشکر ممنون آقای بهمن در حالی که شما پیش بینی کرده بودن که در جریان امسال سال میلادی رشد اقتصادی افغانستان به 3 درصد خواهد رسید و در سال 2018 تا پایان شم که 2.7 درصد بود اما گزارش بانک توصیه آسیایی رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری اینو 2.5 درصد گفتن و همچنان در سال 2020 میلادی به 3 درصد گفتن بله چیزی که بانک توصیه آسیایی یا ADB ارائه کردن در کل امو بحث می هست که وضعیت رو به بهبود هست و رشد اقتصادی داره آرام آرام که چایسته هست بتی هست و گپ ما هم داریم اما وضعیت به طرف بهبود حرکت میکنه در کل و شما وقت اعداد و ارقامی را که اونها ارائه کردن که ببینین در حقیقت خودش نشان دهنده و در گزارش تا آمد که در حدود شاید انفلیشن کمی بالا بره انفلیشن 4 5 6 اوقدر قابل نگرانی نیست به خاطر که اما تحلیل های اقتصادی میگه تا بعضی کشورها تلاش میکنن 4 تا 5 درصد انفلیشن خودشان تشویق بکنن که باشه اما از زمانی نگران کننده است که هر روز قیمت ها تغییر بکنه هر روز مثلا امروز اگه 4 از 5 شود روز دیگه سبا 6 و اما در سالانه یک فیصد یا نیم فیصد او وضعیت طبیعی هست بران قابل نگران نیست و موضوع دیگه ای که رشد اونا دو اشاره پنج گفتن و ما دو اشاره هفت بوده و حال دو اشاره آش با میگیم که شاید سالی را که ما قرار داریم چون بر مبنایمی که در سالی که گذشت ما فشاری زیادی را از ناحیه خشکسالی دیدیم و در سالی را که ما پیش رو داریم نسبتاً خشکسالی فروکش کرده بران پیش بینی ما است که نظر به سال گذشته وضعیت خوب میشه ما در سال گذشته به اساس اعداد و ارقام رسمی که دولت افغانستان مخصوصا اداره صحه مرکزی که جمعوری کرده است تمام ها ارائه کرده ما در سال گذشته 2.7 درصد داشتیم با امی وضعیتی که ما حداقل در فصل اولین سال 2019 و سال مالی 1398 قرار داریم برای ما میگه که رشد اقتصادی ما در حدود 3 درصد خود بود و باری. تفاوتی تفاوت این بهمن این تفاوت که شما زیادی آوری میکنین و بانک توسعه آسیایی که ارائه کرده اونا علت های شرن گفتن. یکی که خب انتخابات پیشروی ریاست جمهوری است وضعیت نامعلوم سیاسی هست و اینا میتونه که تاثیرات منفی روی رشد اقتصادی داشته باشه در این شکی, شکی نیست که هر عواملی که هر عوامل که به نحوی کمک بازار را به بکنه بالای فالیت های اقتصادی تاثیر گذار هست موضوع انتخابات هست موضوع خوشحالی هست موضوع موارد دیگه هست اما در یک نقطه دیگه هم اینا گفتن که حرکت هایی که صورت گرفته مخصوصاً به طرف صلح ما میریم به طرف مثلا وضعیت از نظر آب و هوا و اقلیمی خوب است امکاری های منطقوی بهتر هست و داره دولت افغانستان بیشترین میزان بودجه نظر به گذشته مصرف میکنه در قسمت کارهای صورت گرفته و نظر به جی دی پی وقتی که میبینین اوایدی ملیش داره خوبتر میشه باز با این نگاه اونا دنبال ازی هستن که رشد اقتصادی افغانستان داره آرام آرام بهتر میشه اما اونا دیدگاهشانی است که اگر این مشکلات وجود نمیداشت رشد اقتصادی افغانستان به مراتب بیشتر از این میزان می بود حتی ما همیره میگیم که اگر وضعیت ما به شکل نرمالش می بود مطمئن که رشد اقتصادی ما هم از پای هم از طرف وزارت اقتصاد در رابطه با رشد اقتصادی عملی خواهد شد در رابطه وضعیت اقتصادی دقیقا چیزی را که ما خدمت خدمتتون عرض میکنم امو هست برای مو خاطر ما تنها مثلاً همه چیزا چی اگر اجازه بدین براتون میگم بفرمند. ما دوست بالای دوست نگذاشتیم و نگفتیم تنها اقلیم میتونه که همه چیز تعیین کننده باشه با اون که سال گذشته به شدت یک ما یک در خشک خوشکسالی را که در در یک چیزی نزدیک به یک دهه بی سابقه بود ما سپری کردیم اما رشد اقتصادی ما را به اون پیمانه که باید کاهش میداد نداد بنابراین این بر برگشت به مو که یک سلسله فعالیت ها صورت گرفته امی بوده که صادرات بی بود شده همیش بوده که با صنعت کار کار شده وقتی شما بعدا در قم مراجعه بکنید در سال گذشته 7 درصد صنعت ما افزایش یافته برعکس در حدود 0.9 درصد زراعت ما کاهش یافته و امروز جایگاه دوم بعد از خدمات صنعت داره در قبل زراعت داشت بنان در سالی که ما قرار داریم پس نشان داد که یک سلسله برنامه ها بوده که در از همکاری های منطقه گرفتگی تا حمایت از صنایع داخلی و عمیق قسم در سالی که ما پیش رو داریم چند بحث کلان هست که ما به عنوان یک موارد مهم می برای شش اشاره بکنیم یک بحث کلانی که ما داریم می هست که ما تعیین کردیم تارگت را در کل حکومت که ما رو امی بتانیم صادرات خود به بیش از یک میلیارد برسانیم و وزن که وقتی او حرکت میکنه چرخه های تولیدی در سطح ولایت ولسوالی و در تمام نقاط افغانستان حرکت میکنه و بحث دیگه همکاری هم منطقوی است که من با شما صحبت می کنم بلند پایه بلاروس که وزیر صنعتش است و قرار است ساعت 9 بجا در حضور رسانه ها اولین پروتکل همکاری های اقتصادی میان دو کشور به امضا برسد این حرکت به طرفی از هست است که ما بازارهای سنتی خود داشته باشیم بر علاوه بازارهای جدید خود هم ایجاد بکنیم تا بدانیم از مزایای این بازارها هم استفاده بکنیم که بحث همکاری ها کشورها یا دو جانبه یا سه جانبه یا چندین جانبه هست بحث ای هست بحث دورهای هوایی هست که در این گزارش که شما میگین یکی از دلایلی که میگه وضعیت بهتر شده بحث ایجاد و راه باز بودنی راه های مختلف هوایی و زمینی را مطرح میکنه بنن با اینی برنامه ها هست که ما به طرف بهبود میریم و بحث دیگر هم میخوایم بگم است که اصلاحاتی جدی در قسمت ایجاد محیط سرمایه گذاری هم در روی دست است تا ما بتونیم استپ به استپ طرف بهبود در دونگ بزنس که بانک جهانی گزارش میده در 10 شاخص ما به طرف عرق حرکت آقای بهمن اگر واقعا کار صورت گرفته و وضعیت در سال 2018 خوب بود و در سال 2019 به گفته شما وضعیت خوب است و خوبتر شده میره و رشد اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد پس چرا وضعیت زندگی مردم تغییر نکرده؟ من خدمت تان چیزی را که گفتم عرض کردم که این رشد رشد بتی هست رشد نیست که آنچنانی زیاد بتونه تاثیر بگذاره چون شما از جانب دیگر میدانین که پس ما دا... کار را میخواین که انجام بدین که تو تغییر در زندگی مردم به میون بیاد اگر هم شما سوال کنید تانا... نمیتونه تاثیر روی زندگی مردم داشته باشه دقیق اجازه بدین که من کس کمک سوال شما را ب... م... م... گپ شب بگم بعد میگم که ما چی بله بفرمایید بحث کلانی را که ما مطرح کردیم همین بود که ما رشد اقتصادی ما تیه هست رشد اقتصادی ما باید به 5.5 درصد برسه و عمو بود که ما طرح مشخصی را برای تعویض واردات مطرح کردیم که خوشبختانه امروز صادرات شما به بود پیدا میکند تولید شما بهتر میشه و نظر به سال گذشته یک مقدار یک مقدار بسیار کم واردات شما کم میشه خودش نشان میده که دار آیستا آیستا گام هایی بری و شما پیشتر یکی از سنتکارای افغانستان داشتین که در بعضی اقلام خودشان گفتن که مال به مرحله خودکفایی رسیدیم بنان خودی از این نشان میده که وضعیت رو به بهبود هست و آیستا, ایستا. اما به خاطر که ما به یک نقطه برسیم که حداقل 5.5 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم ما واضحه که برنامه مشخص را تا سال 2024 طرح کردیم که تا آیستا آیستا گام به گام به او بررسیم. و یک شبه هم نمیشه که فقری را که تقریبا در 5 سال با وجود آمد مخصوصا بعد از که در سال 2013 و 14 ما دیدیم با او را دیگه به زودی جبران کرد با در نظر داشتی امو ظرفیت اقتصادی که متاسفانه در افغانستان هست و هنوز هم ما یک کشوری هستیم که در جریان جنگ هستیم کشورهایی که در جریان جنگ می باشند وضعیت اقتصادی را در کوتاه مدت نمی که دوباره احیا بکنن برن ما توقع داریم که مرحله به مرحله و حرکت های غیر اقتصادی هم مبین از هست که وضعیت اقتصادی ما در سالهای بعد رو به بهبود خواهد بود اما هیچ گاهی این موارد به معنی نیست که ما بگیم که همه چیز گل گلزار واضحه که در بعض قسمت ها هنوز هم مشکلات هست که بعضی از مشکلات پیشتر یکی از صنعتکارای ما در امی میز شما مطرح کردند که هنوز هم مثلا انرژی مشکل است هنوز هم زمین مشکل است هنوز هم بعضی قوانین ها هست است پاگیر هنوز هم یک روحیه همکاری در بعضی نقاط وجود نداره با سکتور خصوصی و تلاش صورت میگیره به نحوی سکتور خصوصی زیر فشار قرار بگیره که واضحه ما نیاز داریم که آیستای اصلاحات با نقطه برسانیم که سکتور خصوصی اما نقش اساسیش که در دیگه کشورها بازی کرده باید هم در افغانستان باشه آقای بهمن بنوان سال آخر میخوایم از شما پرسم که در گزارش بانک توسعه آسیایی آمده که به ظرفیت در نادهای دولتی اشاره شده که عدم ظرفیت اینا گفتن که سبب مشکلات سبب کندی در عملی سازی پروژه های توسعه است است که پروژه های توسعه روی زندگی مردم هم تاثیر داره مشخصا در رابطه به این هم شما کار را با وزارت های با دولتی انجام میدین دقیقاً بحث انجام بسر رساندن پروژه های توسعه یک بحث کلان هست تنها بله. مربوط به وزارت اقتصاد شود بلکه تمام وزارت خانه است اما یک نکته را میخوایم بگم که برای اولین بار 93 درصد بودجه های دولت افغانستان به مصرف میرسه پس این نشان میده که پروژه های توسعه ای ما به کندی عمل نمی کنه بلکه با سرعت و نسبتا خوب است اما و اگر کمک ما... هم کاش پیدا کرد. دقیقا او, را او را. ما, ما هم پیش بین بودیم که ما بعد از سال 2008 تا میزان کمک ها رو به کاهش بود و تا فعلا اما به این مفهوم نیست که سبا همه چیز قطع شود مرحله به مرحله کاهش پیدا میکنه و از جانب دیگه هم اواید شما بهتر شده و ما امیدوار هستیم که در آینده بتوانیم سر پای خود شیم تشکر سپاس از این که بانوز رفتیم سلامت سپاس از شما